بهش گفتم اصلا قرضون پخش نکنه. قرارداد شما پخش کردی. گفته من پولی هم نمیدم. ای بابا میخواستی بهش بگی آدم حسابی تو ماشین کار کرده رو جای ماشین صفر به ما فروختی. عجبا. خانم عدسو شکایت کنین کشو تو دادگاه. چه شکایتی از خراقا شما که موقعیت منو میدونی. جلو چش مردم این پله‌های دادگاه رو هی برم بالا بیام پایین آخرش هم معلوم نیست چی بشه. اصلا ولش کن من خیلی این پول گذاشتم. اینم چای داغ تازه دم مخصوصه. دست درد نکنه نمیخوام. خانم سلام حسنه، از خبر جایزت خیلی خوشحال شدم. دوست داشتم کنارت بودم ولی خب برحال به تبریک میگم. تا بعد. الو الو، واقعا که حق منو خوردی؟ امسا جایزه مال من بود، فهمیدی؟ مسی قربونت برم، انقدر ذوق کردم که عدو حساب نداره. مبارکت باشه، لذتشو ببر، نوش جونت. قربونت برم، افشارم از نوع مهناز. خدافظ. الو مستر جان سلام، نادان هستم. خبر شنیدم، خیلی خوشحال شدم. مبارکت باشه عزیزم، خیلی دوست داشتم بودم اونجا و میدیدمت. افسوس که واقعا دور و خورما برنخید. اینشالله به زودی که برگردم ایران میبینمت. خدافظ. سلام خانم سهر، رجمان بازقی هستم. خواستم بهتون تبریک بگم که این جایزه رو گرفتین. متاسفانه پاسخگو نبودید. خدا نگهدارتون. سلام مستر عزیزم، شهاب فراهانی هستم. خواستم به تبریک بگم بهترین جایزه رو انشالله هر چی که میخوای خدا بده. خداحافظ. مسئله جون بذار جایزه رو اول بگیری بعد تلفن‌های ما رو جواب ندی. اتفاقا ستاره هم پیش منه، به تبریک میگم کلی اشکانم. خداحافظ. نمیدونم باید چی کار بکنم، چی بگم، چی جوری بیانش کنم. دوست دارم. کات. چی شو؟ اصلا تو ششش نگاه نکن. میخوام این شخصیت یه حجب و حیایی داشته باشه، یه نوع شهر. این حرفا کدومه؟ اینا با هم یه گذشته‌ای داشتن، باید بتونه تو چشاش نگاه کنه، بعدم اینجوری تأثیرش بیشتره. چون تو گفتن این حرفا واسش سخته، باید نگاهتو بدوزی. به من اعتماد کن، اذیت نکن دیگه. این یه شخصیتی که میتونه با کسی که دوستش داره راحت حرف بزنه. باشه. تو یه دور اینجوری ببین. باشه. پس تو چشاش نگاه میکنم. نگاه کن. دمت گرم. تو هم خوب بودی، فقط کلاتو بر ندار. بچه‌ها. اینو بذار رو چاله. بچه‌ها آماده این؟ بله. صدا؟ خوب لطفاً. رفت. دوربین؟ بله خانم. حرکت. دوست دارم. همیشه دوستت داشتم. من هیچ وقت اتفاقایی که افتاد رو باور نکردم. جات همیشه تو زندگیم خالیه. کات.
شما خوب بودی؟ ما هم خوب بودیم. مرسی مستانه جون. خسته نباشید. چاکر از قرقا. چطور بود در مهد؟ عالی. خسته نباشید. سخت آدم بگیم دیگه دوستت دارم. تو هم سخت نگیر. بالاخره هر کسی اخلاق خاص خودشو داره. خسته نباشید. ببخشید. سلام. سلام. عزیزم. آقای خسرو جامی که گفته بودن بله لطف کردید تشریف با مریم جونم گپ زدن و حسابی با هم جور در اومدن کی قرارمون رو بذاریم هر وقت شما بگید من در خدمتتون هستم فقط قبلش باید پیانو بخریم پیانو داریم مریم یه چند سالی پیانو زده نگفته بودین منتظر شما اومدم خب مریم شما شمارهشون رو بگیر بعد باشون قرار رو فیکس می‌کنیم من در خدمتتون هستم فعلا تو هستی دیگه با اجازه نگفته بودین پیانو می‌زنید من یادم رفته این کارمون هم راحت تر این سکانس بسته شد؟ نه فقط یک کلوزر به فرهاد مانده ممنون نوت خوبه؟ نه باور کن خیلی خوب میزدم اینا الانم خوب میزنه خیلی وقت تمرین نکردی انگشت چهارمت خیلی ضعیف شده از آرنجت استفاده کن باید قول بدی تمرین کنی قول بده؟ نه دست بالا قول میدم روزی دو ساعت روزی دو ساعت قبل از اینکه شما بیاین قبل از اینکه شما بیاین فورته فورته با تمپوی پایین با تمپوی پایین تمرین کنم تمرین کنم بذار لذت ببر خسته نباشی ممنونم مرسی با عزتتون دیگه من رفت زحمت کن تشریف داشته باشین یه چای قهوه در خدمتتون نه دیگه مزاحمتون نمیشه بمونید دیگه برم قهوه درست کنم قهوه بلدی قهوه درست کنی یا چی؟ بهترین قهوه دنیا آقای جامی جامی من میخواستم ازتون تشکر کنم بابت؟ به خاطر مریم از وقتی شما تشریف میارین خیلی سرحالتر شده من که کاری نکردم خواهش میکنم برم. چرا از بعد از فوت پدر مادرمون اصلا دیگه دست به سازش نزده بود انگار الان شور و اشتیاقش برگشته خدا رحمتشون کنه این اتفاقی که امکان داره واسه هر کسی بیفته ولی خیالتون راحت بابت مریم خیلی بچه باهوشی هم باهوش هم خیلی حساسه اصلا من نیده بودم انقدر خوب با غریبه ها ارتباط برقرار کنه با شما انگار یه جوری اخت شده من خودم اتفاقا هم اینجوری هم از بچگی اینجوری بودم گوشه‌گیر بودم خیلی منزوی بودم شما اصلا بهتون نمیاد آخه انقدر پر انرژی و معاشرتی شما لطف دارید منم میتونم یه اعترافی بکنم بفهمید حقیقتش منم اصلا باورم نمیشد که شما اینقدر راحت و همچنین خودمونی و اینا باشین چرا نه منم یه آدم هم مثل بقیه دیگه چه فرقی میکنه آقای جامی میخواستم خواهش کنم حواستون خیلی به مریم باشه من خیلی گرفتارم نگرانشم خیالتون راحت من هر کاری دستم بر بیاد برش میکنم بفرمین خوبه بس موسیقی کلاسیک دوست داره ساز چی؟ ساز نمیدونی خودتون؟ یه موقعی ستار میزدم واقعا؟ آره اشکالی داره؟ نه ولی خب موسیقی کلاسیک و ستار بعد انگشتاتون خیلی کشیده و مناسبه واسه پیانو گفتم شاید مثلا پیانو بزن نه خیلی هم این ساز رو دوست دارم ولی هیچ وقت پیش نیومده دیگه همینطور خیلی خوبه ها همین تمپو بزنیم فلاور بامپ میزنیم من مزاحمتون نشم دیگه نه من خواهش میکنم بخشید خبر؟ فکر کردم باید خونه باشین گفتم سورپرایزت می‌کنم. خیلی کارو خوبی کردی. همه چی خوبه؟ آره. فیلم دیدی ان شاءالله؟ خوب، اونم خوب همه چی عالی. فرهاد جان. سلام. آقای جامی معلم پیانوی مریم. خیلی خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. به به، پس دوباره شروع کردی. آره. عالیه. این چیه؟ مایکل. چی هست؟ بازش کن. دستت درد نکنه. دیگه تمرین تو این دفعه ول نکنی. نه دیگه قول دادم اصلا. باشه قشنگه دست درد نکنه حالا چشم رو ببین چه خوب داره برده
بح بح دست درد نکنه آره خیلی خوبه. دست نقاشو شرد نکنه. چه سورپرایزی. با عزتون من دیگه رفع زمان کنم. تشریف داشته باشین. ممنونم مرسی. مریم جان اون پاکت رو از اون رو برم. این حالت نگاه تو خوب در آورده. آره خیلی. میزنم تو اتاقت. آره میزنم تو اتاق. دست شما درد نکنه. ممنون. حالا عجله‌ای نبود برای این. باشه دیگه ممنون. لطف کردین. پس قرار بعدیمون با مریم جون همه اینکه همه هنگرش بود. بله با اجازت. خوشحال شدم. خیلی خیلی خوشحال شدم. موبایلتون ببخش. با اجازت. راست بگم دروغ؟ راستش بگیم دیگه. خوب بود ولی فالش داشتی دیگه. سه چهار تا فالش. خیلی تمرین کردم دیگه واقعا. این چیز کن یه بار دیگه بزن. نوت خب دیگه پاشو. استاد برای شما بس کن بیا بیا اکس 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 کارشی قابلی نداره برای تشکره. مرسی از شما. مرسی از شما واقعا سورپرایز شد. حاضر نیازی به این کارها نبود. مرسی ممنونم. بیا خوب شد. مرسی نمیرم چای بیار. مرسی برای همه چی. ممنون از شما واقعا همیشه لطف دارین به من. خانم میشه یه عکس با هم بگیریم؟ اجازه بدین مریم دوربینو بیاره. من خودم با موبایل اگه اجازه بدین. ببخشید. خوب شو؟ بله. بگوش کنون چه جوزه؟ میشنوی؟ آره فهمید. آره فهمیدی گذاشت فارشه؟ آره فهمید. من درستش بکنم. خیلی خوب بزنمشن. بزنم خواهم زب کنمش تو بدم. Thank you.
سلام. مریم خانم. خانم صدر. سلام. سلام. خوب هستین؟ حال شما چطوره؟ ببخشید من داشتم آماده می‌شدم. مریم و دوستاش رفته بیرون. فکر کنم تو ترافیک موندن. هنوز نرسیده. نه تشریف داشته باشین چای یا قهوه. اگه میشه یه لیمون و خونک برام بیارید من ممنون میشم. بله حتما بفرمایید. معلوم هستم. آقای جامی بفرمایید. شما هم زندگی جالبی دارین به عنوان سوپر استار. بله جالبه ولی مشکلات خاص خودش هم داره. بله خانم ها خیلی بیشتر اصولا. دیگه خانم آقا نداره، هر کدوم مشکلات خودشونو دارن. چرا دیگه؟ من شنیدم که تو سینما خیلی سوء استفاده میشه خانم. خیلی مزخرف شنیدین. چه ربطی به سینما داره؟ هر زنی تو هر شغلی میتونه اجازه نده ازش سوء استفاده بشه. آقای جامی من با مریم صحبت کردم، تو راه الان میرسه. خیلی ممنون. ناراحت شدین دستم؟ نه خواهش میکنم. من چیزایی که تو سایت ها نوشته بوده گفتم بهتون، مثلا تو سایت ها راجب ازدواجتون، راجب طلاقتون، راجب این که از مرد بدتون میاد نوشته. من بر چی بدم مرد بدم بیاد؟ من همون چیزی که تو سایت ها نوشته بوده گفتم بهتون دیگه. این که من همه مسابقاتون رو دنبال میکنم. اینکه اولین بار اومدم خونتون دیدم تو آپارتمان زندگی میکنی، یه سری شوک شدم. نه همیشه گفتین تو طبیعت و اینا رو دوست دارین، یا یعنی اینکه مثلا از رنگ قرمز خوشتون میاد. این سایت‌ها دریوری زیاد مینویسن، شما خیلی جدی نگیرین. خیلیاشون دریوری نیست. مثلا شما با مسعود فرزانه من کار نکرد. بله من چون مسعود فرزانه کلا دو نفر هستم. مسعود فرزانه خیلی دوست دارم و شما رو کارتون دنبال میکنم. شما چند تا کار مشترک داشتین، بعد قرار بود با هم ازدواج کنیم. من قرار نبود ازدواج کنیم. من فکر نمی‌کنم اصلا اینا به شما ربطی داشته باشه. شاید ناراحت میشنم. ناراحتی ندارم، من تو سایت ها خوندم، خواستم ازتون بپرسم. گفتم که چرت و پرت زیاد میگن. شما امروز خیلی سوال دارین ها. خانم صد صدای پیانو اذیتتون نمیکنه تا اومدن مریم خانم استفاده کنم ازش؟ خانم صدر میشه یه خواهش ازتون بکنم؟ بفرمایید. یعنی سه تا خواهش. اولش که اصلا دوست ندارم از دستم ناراحت شین، چون من حرفام بی‌منظور بوده، اصلا هیچ دلیل خاصی نداشت. دومم که خیلی سخت حقیقتش من شما رو صدا کنم. هی خانم صدر میتونم شما رو مستان خانم صدا کنم؟ بعد یه قطعه ای ساختم اگه جسارت نباشه مستان خانم میخواستم تقدیمش کنم به شما، چون قطعه رو از روی حسی که شما به من میدین، رفتارتون، حرفتون، صداتون خوشحال میشم اگه گوش کنید. Thank you.
سلام، چطوری فرهاد؟ گم شو بابا خونه. چطور؟ چی به تو گفت؟ نه من میخواستم خودم به زنگ بزنم. نه گوش کن. خب تو چیزی نگو دیگه. آره 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 بزن من خودم. نه مثلا یکی دو سال فرجا من بهت زنگ میزنم. شما اینجا چی کار میکنین؟ قهوتون سر نشه. ببین چی کار کردی؟ شما با اجازه کی اومدی تو اتاق من؟ بریم بیرون. مگه من با شما نیستم؟ بریم بیرون. مستانه
مستانه چرا نگفتی وایسه؟ گفتم الان میام چی میخوام بگم و میدونی؟ دلم برات تنگ شده بود، منتظرت بودم، مطمئن بودم برمیگردی. کاش میتونستم با حرف بزنم. خب حرف بزن. چرا چیزی نمیگی؟ کاش میتونستم با حرف بزنم. دوست دارم. میدونم انقدر دوست دارم که از خودم میترسم. پس چجوری تونستی تنهام بذاری؟ همش تقصیر منه، من اون مرتیکه رو به تو معرفی کردم. ببینم با فون میتونم کاری کنم برات. مستانه چیزی نمیخوای؟ یه زنگ بزن به رزمی بگو من فردا نمیرم سرویس نفرستم. باشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ الو. الو. برای چی جواب تلفنمو نمیدی؟ طبقه نداری بابت رفتار دیروز ازت عذرخواهی کنم که. این داستان میتونست اصلا بدون خشونت یه جور دیگه برگزار شه. به تقصیر خودت بودی. اصلا میدونم باور نمی‌کنی ولی همین الانم هم دلم برات تنگ شده. دارم دیوونه میشم.
نه دیوونه نمیشی، طبیعیه، تحقیر شدی، شوکه شدی، میفهمم. زنگ زدی گفتی مشورت میخوای، فکر کردم توی قراردادی یه مشکلی داری، از این مجله میخوای شکایت کنی. نه منم شوکه شدم. تصویرش از توی کلم بیرون نمیره الان. با به خاطر مریم خودم نگرش دارم، این بچه کمتر اذیت شده. معلومه میدونی الان چقدر خشم داری؟ ترنه کمکم میکنی ازش شکایت کنم؟ اصلا باید فکر کنیم یه تصمیم درست بگیریم. تو آدم معمولی نیستی، شکایتت خیلی عواقب داره. تو حتی هنوز با فرهادم نتونستی حرف بزنی، فرهاد که نزدیکترین آدم بهت، از قضاوت اونم حتی میترسی. نمیتونم که همجوری ساکت بشینم. من اینو نمیگم، ولی نمیدونم کاش همون موقع بلا فاصله زنگ میزدی به پلیس، حداقل اینجوری شواهدمون بیشتر بود. ترنه من همون نفس به زور میکشتم. من همه جوره هستم خب، ولی مطمئنی نمیخوای با یه وکیل با تجربه تر مشورت کنی؟ با تو راحتم، تو دوستمیم، به نزدیکم، اصلا به کسی که حرف نمیتونم بزنم. قربونت برم، اگه شکایت کنی پای یه عالم آدم میاد وسط که خیلی نامحرم تر از این حرفان. اصلا اکثر زنایی که بهشون تجاوز میشه یا مورد خشونت جنسی واقع میشن از ترس همین آبرو شکایت نمیکنن. اصلا این اعتقاد من نیست، من حتی تشویقت هم میکنم، چون شکایت تو به خیلی از این زنا جسارت میده. ببخشید. تو موکل من نیستی، رفیقمی. من اول باید مطمئن شم با این همه وحشتی که داری توان مقابله با تبعات این ماجرا رو داری. مطبوعات، ماهواره‌ها، فیسبوک، حرفای مردم، باید بهش فکر کنی. خیلی پر تن، خیلی پر، هنوز بهم زنگ میزنه، واقعی تر از این حرف هست. باید بهش فکر کنی، حتما با فرهاد حرف بزن. خب من هستم، من کنارتم، هر جوری تو بخوای. اصلا از امروز تحقیقاتم رو شروع میکنم. فراد یه چیزی بگو. حداقل یه حرفی بزن. یک کلمه با من حرف بزن. Thank you.
منو ببخش. گیج و پریشونم. نمیدونم چی باید بگم. وقت چرا این اتفاق باید برای ما بیفته؟ چرا برای تو؟ تو که مطمئنم کاری نکردی. منظور تو نمیفهم فهم. دلم میخواد این آشغالو بکشم. منم خیلی دلم میخواست میکشتمش. نمیدونم چی باید بگم. اصلا نمیدونم باید چی کار بکنی. من که بهت گفتم. من تصمیممو گرفتم. ازش شکایت میکنم. میکشونمش به دادگاه. باید تقاص کاری که کرده رو پس بده. نه. شکایت نه. نباید بذاریم این قضیه علنی بشه. دلش کنم همینجوری واسه خودش بچرخه. نه. ولی فکر نمی کنم شکایت کار عاقلانه ای باشه. ما باید اصلا این قضیه رو دفنش کنیم، خاکش کنیم. نه که خودمون همش بزنیم و باعث بشیم که بوی گندش همه جا پخش بشه. الو مستانه. الو. حرفاتون چیزی نبود که دوست داشتم بشنوم، اما مهمم نیست. فقط سعی کن بفهمی من راه دیگه ای ندارم جز اینکه دنبال حقم باشم. منم مثل تو نمیدونم چرا این بلا باید سر من بیاد، اما حالا که شده نمیتونم فراموشش کنم. من این کثافت رو هم میزنم تا همه بوی گندش رو بشنون. من هستم تا آخرش. مطمئنی؟ آره منم هستم تا آخرش. مستانه بیشتر از هر وقتی به حضور و حمایت شما احتیاج داره. بعد شما پشتشو خالی کردین؟ چی کار باید میکردم؟ واقعا نمیدونین چی کار باید میکردین؟ اون تو سخت‌ترین بحران زندگیشه، بعد شما به جای اینکه تو دادگاه کنارش باشین، پشتش باشین، ترسوندینش گفتین شکایت نکنه؟ شما به عنوان کسی که قراره شریک زندگیش بشه، من به عنوان دوستش وظیفه‌ام. شما واقعا دوستش هستین؟ بله. پرسیدم شما واقعا دوستش هستین؟ معلومه. خب هی دوستش هستین چرا جلوشو نمیگیرین؟ چرا برای شهرت خودتون دارین اونو نابود میکنین؟ اجازه بدین ماجرا اصلا اینجوری نیست. چرا همین جوریه؟ شما اگه دوستش هستین باید واقعیت ها رو بهش بگین. من با وکیلای زیادی توی این مدت صحبت کردم، همشون متفق القولن که توی این دادگاه امکان بردن مستانه نزدیک به صفره. شما واقعا فکر میکنین من اینا رو نمیدونم یا به مستانه نگفتم؟ فکر میکنین مستانه نمیدونه که احتمال برنده شدنش توی این دادگاه نزدیک به صفره؟ ولی اون داره کار بزرگتری میکنه، کاری که هیچ کس تو موقعیت اون جرأت انجام دادنشو نداره.
میدونین مستانه با شکایتش به چند تا زن جرأت میده که اگر تو این شرایط هم برن شکایت کنن؟ و اگر نابود شد اون وقت شما کجای این یا اون زنها؟ گوش کن خانم ترانه، من دلم میخواست تو تمام این قضایا کنار مستانه باشم، حمایتش کنم، ولی نمیتونم. شما که از همه چیز خبر ندارین. زندگی من و مستانه نباید به جنجال کشیده بشه. برای همین من خودم رو حذف کردم. من نمیخوام هیچ نقشی، هیچ سهمی تو نابودی مستانه داشته باشم. حرف دیگه هم ندارم بزنم. میخوای امروز کارو تعطیل کنم؟ نه. آخه احساس میکنم رو مود کار کردن نیستی. اگه موضوعیه که من باید بدونم بگو. اونا سلامتی دوستیم. دادم داد علکی نکن بهتر و حرفان گوش کنیم هستانه. برای چی رفتی شکایت کردی؟ برای چی رفتی شکایت کردی؟ بابا رابطه ما خیلی بهتر از این حرف هم تونست بشه. من دوستت دارم. بیا بی خیال این شکایتت شو. وگه نه چی؟ وگه نه گوش کن. تو گوش کن. دیگه نمیخوام ببینمت. نمیخوام ببینمت تا روز دادگاه. تو باید تقاص کاری که کردی و پس بدی. سب کن. صورتت چی شده؟ ها؟ من گوه خوردم بس غلط کردم لای من بمیرم بسید خیلی درد داره دست بکش روی نار خفشو سم میدونی چیه یا میری مثل بچه آدم شکایتتو پس میگیری یا اینا که چیزی نیست خوب میشه بلایی سر صورتت میارم که تا آخر عمرت نتونی تو آینه خودتو نگاه کنی خانم سوپر استار بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس شکوایی مطروحه از طرف شاکی خانم مستانه صدر علیه آقای خسرو جامی با وکالت خانم ترانه مجد به اتهام ارتکاب تجاوز به عنف و رابطه نامشروع مراحل بازپرسی و تحقیقات لازمه به عمل آمده و بدین وسیله کیفرخواست به شرح زیر صادر و اعلام می‌گردد. نظر به فقدان ادله کافی برای اثبات مجرمیت متهم در خصوص اتهام تجاوز به عنف در این پرونده قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم مورد تایید قرار میگیرد اما در خصوص اتهام رابطه نامشروع و گزارش پزشکی قانونی با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده از جمله اقرار کندشاوری هم داره انتصابی و تحقیقات انجام شده استناد قانونی به پشتش حسابی گرد اسلامی ارتکاب جرم رابطه نامشروع خسرو شناخت داشته از این همینجوری تصادفی رفت سراغ این حیولا ای بابا حسن محکم باش نظر چیزی متزلزلت کنه خیلی کار بزرگی داری میکنی خیلی باش خانم سر بزن خانم مستانه صدر یک زنه اما نه یک زن عادی یه هنرمند مشهور که مورد توجه و طبعا در معرض آسیب اما زنهای زیادی تو جامعه ما که حتی شهرت ایشون رو ندارن هم در معرض همین خطرن و حتی بعد از وقوع تجاوز از ترس آبرو قضاوت و یا نگاه جامعه سکوت میکنن من فکر میکنم شکایت خانم صدر و روند این دادگاه میتونه تاثیر خیلی خیلی زیادی روی همچین مواردی داشته باشه خانم لطفاً تو موضوع پرونده صحبت کنید اشاره من به فضای ناامنیه که امثال متهم برای زنان به خصوص زنان تو موقعیت موکل من ایجاد میکنن و این جنبه عمومی جرمو به شدت افزایش میده من اصرار دارم که دادگاه به این موضوع توجه کنه شما به کار خودتون که دفاع از حقوق موکلتون هست بپردازید من دقیقاً دارم از موکلم دفاع میکنم آقای قاضی من نکه نخوام هنوز نمیتونم جزئیات ماجرا رو بگم از بعد از اون ماجرا احساس میکنم روحم
یه جور بدی کثیف شده. یه حس بی‌حرمت شدن شب و روز با من. آروم باش دخترم. حرفتو بزن. این آقا یه کاری کردن که من احساس کنم بی‌ارزش شدم. شما به من بگید من با این حس رو چجوری زندگی کنم؟ آقای قاضی خدا شاهده که... آقا جان قسم نخور. فقط قضیه رو تعریف کن. خدا رو خودت کمکم کن. قاضی ببخشید من تو شرایطی هستم که تا حالا تجربهش نکردم. اصلا نمیدونم باید راجع به چی صحبت کنم. آخه اصلا مسئله این نبوده که من میخوام راجع بهش حرف بزنم. یعنی شما با خانم مستانه صد هیچ رابطه‌ای نداشتین؟ خب به هر حال من استاد پیانوی خواهر ایشون بودم و با خودشون هم ارتباط نزدیک داشتم و صمیمی. تو اصل موضوع توضیح بدین. اتهام تعرض رو قبول دارین؟ آقای قاضی منم مثل خانم صد اهل هنرم. به نظر شما به من میاد که همچین کاری کرده باشم؟ خیلی ها خیلی کارا میکنن که بی قیافشون نمیاد. جواب سوال رو بدین. معلومه که نه. اصلا شما با این خانم رابطه خاصی داشتین یا نه؟ بله من اهل دروغ نیستم. شهامتشو دارم که بگم داشتم. ولی فقط نمیفهمم چرا مستانه بخشت خانم صدر یه همچین حرفی میزنن. رابطه من با ایشون مثل هر آدم متمدن دیگه از روی علاقه و دو طرفه بوده. مثلا نمیفهمم ایشون چرا این حرفو میزنه. من همین الانم هم بهشون علاقمندم. اولا از که تا حالا رابطه نامشروع متمدنانه شده؟ دوما یعنی شما میگین ادعایشون کذب و دروغه؟ بله. اون وقت چرا باید همچین اتهامی رو به شما بزنن؟ خب این سوالیه که من خودم هم دارم. البته بهشون حق میدم که دست من ناراحت باشن. چند وقتی که از رابطه‌مون گذشت ایشون به من گفتن که به دلیل اتفاقاتی که توی حرفشون هست دوست دارن که اسم یه مرد بالا سرشون باشه و به من پیشنهاد دادن که با هم ازدواج کنیم. منم علی‌رغم میل باطنی به دلایل خیلی زیادی این پیشنهاد رو رد کردم که مهمترین شغلشون بود. کثافت! چجوری اینقدر راحت دروغ میگی؟ آقای قاضی نذارین اینقدر راحت این دروغا رو بگه. آشغال عوضی. چرا دروغ میگی؟ اینقدر من دارم همه چرت. آقای قاضی بهش اجازه ندید این چرت و پرتا رو بگه. خانم شما ساکت باشین. شما درباره آثار ضرب و جرح چی میگی؟ اون شب سر این قضیه خیلی با هم بحثمون شد. من برای اینکه ثابت کنم بهش دوستش دارم پیشنهاد ازدواج رو قبول کردم به یه شرط که بازیگری رو بذاره کنار. ولی نذاشت. دعوامون شد. پیانو زدنم خیلی دوست داشت. هر وقت حالش بد میشد ناراحت بود خسته بود برش پیانو میزدم. اون شب برش پیانو زدم ولی اصلا من توجه نکرد. اگه اصلا بیشتر در بیاره تلفنشو برداشت زنگ زد به یکی از همکاراش که من خیلی روش حساس بودم. منم کنترلم از دست دادم. عصبانی شدم. زدمش ولی بعد پشیمون شدم. ازش عذرخواهی کردم. مثل سگ پشیمون شده بودم. من اصلا تا حالا دست رو گزی بلند نکردم. اینه که دوستش داشتم. من اصلا تغییرم میکرد. بهم توهین کرد. مثل سگ منو پرد کرد بیرون از خونش. عاشق دروغ. بله
میخوام از قاضی محترم اجازه بگیرم چند تا سوال از شاکی پرونده بپرسم اگر ممکنه. ممنونم. امیدوارم خانم صدر در کمال شجاعت به سوالات بنده پاسخ بدن. میخوام بپرسم خانم صدر، شما چند وقت آقای جامی رو میشناسید؟ چند هفته، کمتر از دو ماه. آها، یعنی اینکه شما به طور مرتبشون رو میبینید؟ بله دیگه، ایشون به خواهر من پیانو درس میدادن، برای همین هفته دوبار میمدن خونه ما. سوای جریان تدریس همشیرتون، آیا با ایشون ارتباطی، دیداری داشتین؟ نه چندان. متوجه نشدم. نه، البته یه چند بار به من تلفن کردن برای اینکه برای آلبوم موسیقیشون دنبال اسپانسر میگشتن. بله، اسپانسر. خب این تلفنی بود فقط؟ یه بارم تماس گرفتن، اصرار داشتن که بیان من موسیقی‌هاشون رو بشنوم. یعنی هم با ایشون دیدار داشتید و هم تلفنی باشون صحبت میکردید؟ خب میخواستم بدونم که در این دیداری که با ایشون داشتید همشیرتون هم حضور داشت؟ فکر نکنم. نه ببخشید، واضح‌تر ممکنه توضیح بدید؟ نه نبود که. چی؟ هیچی. من میخوام از قاضی محترم بپرسم این خانم چطور به خودشون اجازه میدن با یه آقایی که چندان شناختی ازش ندارن و نامحرم محسوب میشن ایشون رو به خلوت خودشون راه بدن؟ آیا این شرایطی رو فراهم نمیکنه برای انجام فعل حرام؟ آقای قاضی، ایشون رسما دارن به موکل من تهمت میزنن. به هیچ وجه این شکلی نیست. سوالات من به هیچ وجه جنبه اتهام‌زنی نداره. من فقط میخوام تصویر درستی از ارتباط دو طرف پرونده داشته باشم. در مورد منع ارتباط زن و مرد، این یک دستور دینیه که به طور موکد به همه ما گفته شده و ما بهش اذعان داریم. چرا عربی حرف میزنه؟ بسیار خوب، من الان فارسی خدمتتون میگم. لطف کنید در مورد خلوتتون با آقای جامی بیشتر به ما توضیح بدید. کدوم خلوت آقا، چی میگین؟ آقای کوشکی برای چی جفسازی میکنه؟ خلوت یعنی چی آقا؟ چرا تهمت میزنین؟ ایشون که توضیح دادن آقای جامی به اصرار خودشون و برای کمک گرفتن از خانم صدر برای پیدا کردن اسپانسر رفتن منزل ایشون. بابا بابا چه فداکاری بزرگی. ما نفهمیدیم هنوز ایشون هنرپیشه هستن یا مسئول جذب اسپانسر. به والله این فقط بهانه ایه که به ما مجوز انحراف میده. خانم چی دارین میگین آقا؟ خیلی خوب، سوال دیگه ای دارم. در مورد روز حادثه‌ای که شما بابتش شکایت کردین بگید آقای جامی چطوری وارد خونه شما شدن؟ چه سوالیه؟ سوال منو جواب بدید. برای من تعیین تکلیف نکنید که من چه سوالی از شما بپرسم. مثل همیشه دیگه، زنگ زدن منم درو وا کردم. پس یعنی اینکه شما از ایشون دعوت کردین، نه زور و نه ارعابی در کار بود، ایشون به میل شما اومدن تو خونه؟ بله تقریبا. خب چرا دیگه تقریبا؟ وقتی که همشیره شما در خونه حضور نداشته، شما چرا این آقا رو که چندان شناختی هم ازش نداشتید به خونتون راه دادید؟ خواهر من اون روز تو ترافیک مونده بود، سرویسش نرفته بود دنبالش، واسه همین دیر رسید. من که نمیتونستم دم در نگهشون دارم. به این آقا میگفتید که در لابی ساختمون تشریف داشته باشن؟ شما که با ایشون رودرواسی نداشتید و چندان رابطه صمیمانه‌ای نداشتید. نکنه میخواستید که دوباره موسیقی ایشون رو گوش بدید یا اینکه براشون جذب اسپانسر کنی؟ یعنی چی آقا؟ چی داره میگه؟ منظور من کاملا روشنه. وقتی که آقای خسرو جامی به دفعات با زمینی چیز شما به خونه ورود کردن. اجازه بدین آقای کوشکی، اجازه بدین. دفعات نبوده، یه دفعه تنها بودن. خیلی خوب، یه دفعه. دفعه بعدم که ایشون در شکایتشون مطرح کردن بازم به همین شکل ورود کردن طبق گفته ایشون. در این چنین خلوتی برای یک انسان جایز الخطا امکان خطا 100% مهرزه. آقای قاضی، بر فرض اینکه روابط جنسی هم بین این دو نفر برقرار شده باشه، این دیگه عنوانش تجاوز به عنف نیست. پس طرح این شکایت از اساس باطله. یعنی چی باطل آقا؟ آقای قاضی ایشون دارن سفسطه میکنن. سفسطه کدومه؟ من دارم مر قانون شرع رو بیان میکنم خانم وکیل. من فعلا عرضی ندارم. دخترم، شما شاهدی دارید که ورود به عنف آقای جامی به منزل شما رو تایید کنه؟ نه جناب قاضی، برای اینکه من گفتم ورود ایشون به خونه من طبیعی و بدون اجبار. فقط اون شب حادثه یه دفعه به طرفم حمله کرد و من هرچی التماس می‌کردم بیشتر جریم شد. من اینقدر سر منو کوبید به در دیوار. من خیلی چیز زیادی یادم نیست، از حال رفتم، یعنی داشتم از هوش میرفتم. فقط یادمه که
دستای منو بست. آقای قاضی شون دروغ داره میگه. اینجا هم نکنه با صحنه فیلمبرداریتون اشتباه گرفتین. چه جوری میتونه انقدر دروغ بگی؟ بله. جناب قاضی، یک شبهه‌ای در شکایت خانم صد هستش که خود به خود موضوع تجاوز رو منتفی میکنه. الان خدمتتون عرض میکنم. من میخوام بپرسم از خانم صد وقتی که بهشون تعرض شد چرا همون موقع به پلیس شکایت نکردن؟ چرا گذاشتن 4 روز بعد که خود به خود آثار جرم پاک میشه و دیگه خیلی قابل استناد نیست؟ جناب کوشکی، هنوز آثار ضرب و شتمی که موکل شما بهش اعتراف کرد رو صورت موکل من مشهوده. بله ایشون اعتراف کردن، اما اعتراف آقای جامی یه قسمت دومی هم داشت. ایشون گفتن این مشاجره به این علت بوده که بحث ازدواج بوده که بکنیم یا نکنیم، موضوع این بوده نه تجاوز. جواب منو بدید، چه توضیحی برای این دارید؟ چرا دیر رفتید به پلیس شکایت کردید؟ آقا من گیج شده بودم، اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. میبینید آقای قاضی، ایشون گیج شده بودن. شما بهتون تجاوز شده بود خانم، کف آشپزخونه خونتون که لیز نخورده بودید. حرف زدن آقا، خانم صدر آدم معمولی که نیستن، یه چهره شناخته شدن، طبیعیه که ملاحظاتی دارن. خیلی بدیهیه که تو اون حالت روحی و فیزیکی نتونن قطعی و فوری تصمیم بگیرن. آقای قاضی، متاسفانه خانم مجد، وکیل محترم خانم سطر، مدام داره از موقعیت شغلی موکلشون به نفع خودشون سوء استفاده میکنه. میخواد به ما القا کنه که ایشون یک خانم نجیب، متین، مشهور و محبوب هستن و به طور بسیار بسیار تصادفی گیر یک هیولا افتادن. من دقیقا همینو میخوام بگم. از نظر شما گناه موکل من چیه؟ من الان خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدید. آقای قاضی ببخشید. جناب قاضی، کافیه که اسم این خانم رو، خانم صد رو، در اینترنت سرچ کنید تا به ده ها عکس برسید که متاسفانه با عرف، اخلاق و شرع این جامعه منافات داره و متاسفانه همش در معرض دید عمومه. تصور نکنید خدای نکرده من این عکس ها رو از آلبوم شخصی ایشون کش رفته باشم، بلکه اینها فقط گوشه ایست از صدها عکسی که از ایشون و همکارانشون در اینترنت موجوده و متاسفانه عفت عمومی رو لکه‌دار کردن. و اینها به هیچ وجه گواه این نیست که این خانم نجیب باشن. آقای کوشکی، توهین نکنین آقا، خودتون بهتر میدونین. به خاطر همه این تهمت ها میشه علیه خودتون اعلام جرم کرد. خانم وکیل، من چه توهینی کردم؟ یعنی شما میخواید بفرمایید اینا عکسای خانم صد نیستن؟ بله. این عکس نیست؟ ایشون نیستن؟ یاد نبرگردین آقا؟ بفهمه. آقای کوشکی، این عکس خانم صدره؟ خب این عکس همکارشه؟ این عکس یه بازیگر مرد بزرگ سینمای ایرانه که تو چند تا فیلم کمدی نقش زن بازی کرده. بله ببخشید، احتمالاً این عکس اشتباهی منشی من پرینت گرفته. اما بقیه چی؟ جناب قاضی ملاحظه بفرمایید. این عکس‌ها به نظر شما مبتذل آقا. آقای قاضی، بیشتر این عکس‌ها مال فیلم‌هاییه که تو همین نظام پروانه ساخت و تولید گرفتن، بعدم نمایش داده شدن. یه چند تایشون هم با نگاه اول میشه فهمید که یه آدم مریض با فتوشاپ ساختتشون. اینا قابل استناد نیستن. من که البته معتقد نیستم که همه اینا فتوشاپ باشن. اما این عکس چی؟ اینم فتوشاپه؟ ملاحظه بفرمایید. خانم سر یه هنرمند محبوبن، طبیعیه که هر کسی دلش بخواد با ایشون عکس یادگاری بگیره. یعنی ایشون با همه آقایونی که عکس میگیرن همینقدر شاداب و بشاشن، یا این لطف فقط شامل حال آقای جامی شده؟ جناب قاضی رویت بفرمایید، طوری کنار هم ایستادن که انگار یه عمر زن شوهرم. یعنی عکس گرفتن با یه مرد بهش مجوز تعرض میده؟ حرفاتون دیگه داره خنده‌دار میشه آقای کوشکی. استدعا میکنم مسائل رو مصادره به نفع نفرمایید. خانم صد خودشون هم معتقدند که مقام هنرمند والاست. یعنی هنرمند متعلق به خودش نیست، متعلق به جامعهشه. زندگی شخصیش دیگه مال خودش نیست، تحت تأثیر عرصه اجتماعی که درش کار میکنه. باید اخلاقش، شوناتش، رفتارش الگو باشه، نه خدای ناکرده محرک و بد آموز باشه. تا شما شوناتو چی تعریف کنین؟ این همه مال نگاه مریض شماست که به زندگی مردم سرک میکشین و به همه چی انگ بی اخلاقی میزنین. آقای کوشکی درس اخلاق ندین، چرا جای شاک و متهم رو عوض میکنین؟
دارین آدرس غلط میدین. اتفاقا آدرس درست همینجاست. هر منکری یک انگیزه ای میخواد. من که قویاً با تجاوز به عنف مخالفم و فکر میکنم که این سندیت نداره. اما رابطه جنسی که هر دو طرف بهش اذعان کردن به اعتقاد من محرک اصلیش این خانمه، یعنی خانم آقای قاضی نذارین این مزخرفات رو ادامه بده. آقای قاضی من واقعا گیج شدم، این حرفا چه ربطی به این پرونده داره؟ آقای کوشکی موضوع این دادگاه تعرض و تجاوز به عنفه، نه محاکمه بازیگران سینما. نفرمایید، خواهش میکنم خانم وکیل، کیه که ندونه امثال خانم سعد به واسطه همین حرفشون منکراتی رو در جامعه رواج میدن که بسیاری رو به انحراف میکشن. اتفاقا یکی از همین برادران ارزشی معتقد خودش در سینما کار میکنه آقای قاضی، میگه که این سینما فاضلابی بیش نیست. این جوون هم موکل بنده تحت تاثیر همین سینما جذب این خانم شده، حالا آگاه شده، میخواد خودش رو از این رابطه مریض بکشه بیرون، اما این خانم چون طاقت نشنیدن نداره میخواد به هر شکلی که شده ایشون رو مجازات کنه. من دیگه عرضی ندارم، اون کیف رو من بده. آقای قاضی از شما توقعی دیگه ای ندارم جز اجرای عدالت. آقای قاضی، آقای کوشکی با زیرکی چنان از شرع استفاده ابزاری کردن که بقیه ابعاد قضیه گم شد. واقعا در زندگی امروز ما این امر عجیبی نیست که یه زن و مرد چند دقیقه زیر یه سقف تنها باشن و همچین اتفاقاتی ناشی از توحش و بی ارادگی یکی از طرفینه. ضمناً من واقعا متاسفم که در محضر دادگاه اجازه داده شد ایشون انقدر به فرهنگ مملکت و فضای سینما و هنرمندانش توهین کنن. ولی جناب کوشکی خیلی خوشحالم که مردم نگاه متحجرانه شما و دوستانتون رو به حرفه خانم صدر ندارن و امروز افتخار ملیشون سینماست. دادگاه داشتی؟ برد مهمه. چرا فکر میکنی برای مهم نیست؟ از کجا فهمیدی؟ همه شهر میدونن، سایت ها و خبرگزاری ها همه خبر رو رفتن. خانم میمساد چند نفر بازیگر زن داریم که اول اسم فامیلشون با میم و ساد شروع بشه؟ مردم که احمق نیستن، همه آدم و همکارات، دوستا، آشنا همه میدونن که این خانم میم ساد که مورد تجاوز قرار گرفت. من میدونم همه میتونن بفهمن میم ساد مستانه صدره، ولی احمق اونایی هن که نمیتونن بفهمن چی به مستانه صدر گذاشته، واسه چی پاش به دادگاه باز شده. تو برای من خیلی عزیزی، امیدوارم جزو اون احمقا نباشی. حرکت. تقدیم با عشق سرور من. وای چقدر زیباست کرئون، متشکرم. باد بسیم بدی من. مسانی جون، شاز هرمنگر برای فردا یادت میمونه؟ راکورد داره. سلام خانم سر، بهروزی هستم. من یادتون میاد؟ خبرنگار روزنامه شبستان بودم. خوب هستی خانم بهروزی؟ خیلی متاسف شدم وقتی ماجراتون رو شنیدم. چه ماجرایی؟ ما خبرنگارا رو دست کم گرفتی؟ من نمیدونم درباره چی صحبت میکنی. من اصلا نمیخوام به شایعه ها بالو پر بدم. خانم واضح حرف بزنید، من اصلا نمیفهم چی میگین. چرا عصبانی میشین؟ فقط میگم همکاری با من میتونه مردمو در جریان حقایق بذاره. من نمیدونم چه حقایقی رو میگین. بعد من دیرم شد. خدافظ.
جانم ترانه گوشی گوشی بگو چیزی شده؟ حکم چی هست؟ باشه خودم میرسون نمیشه که مگه میشه مستانه نگران نباش ما به این حکم اعتراض میکنیم چرا اینجوری شد کاش میشد با حاج آقا صحبت کنم این حکم اگه شکسته نشه تبعات بدی تو جامعه داره خانم خوش به خدا و شهر رو که نمیشه به خاطر تبعاتش تعطیل کرد طرفین به رابطهشون اقرار کردن حالا یکی میگه به زور بوده اما نتونست ادعاشو ثابت کنه اصل رابطه حرمت شرعی داره و قاضی باید حکم بده چطور ثابت نکرده؟ آخه خانم صد چرا باید همچین ادعای دروغی کنه خودش رو تبدیل کنه به تیتر اول اخبار روزنامه ها و سایت ها و شبکه های ماهواره چه فرقی میکنه؟ ما هفته 10 تا از این پرونده ها داریم خیلی زنها وقتی از یه رابطه پشیمون میشن یا طرف به هر دلیل باب میلشون نیست یا حتی تو لج و لجبازی بهش تهمت تجاوز میزنن زن تا خودش نخواد مرد حتی نمیتونه بهش نزدیک بشه اصلا چرا یه زن باید با یه مرد توی شرایط مکانی بره که اون مرد وسوسه بشه خدافظ چی باید منتظر بمونی؟ تا که؟ نگران نباش کسافت اینجا چی کار میکنه؟ مطمئنه اومدن مثل ما به رأی اعتراض کنم میخوام بدونم شما که مثلا مؤمن و معتقدی جواب خدا رو چجوری میدی؟ خانم خواهش میکنم شما در مورد خدا و خداشناسی اظهار فضل نفرمایید. چرا؟ خدا جزء املاک شخصی شماست که ما ازش سهم نداریم. اصلا ترانه یه دقیقه وایس من میخوام ببینم با این آقای به اصطلاح مسلمون میتونم دو کلمه حرف بزنم؟ استدعا میکنم شأن خودتون رو رعایت کنید. شما ناسلامتی هنرمندید. سعیمو میکنم. فقط شما به من بگو چه جور آدمی هستی؟ شبا با این عذاب وجدان چجوری میخوابی؟ بذارید من خیالتون رو راحت کنم من وجدانم راحته برای اینکه کاملا به تکلیف و وظیفم عمل کردم هرچند قاضی دادگاه حکم به مجازات موکل من کرده ولی من احساس میکنم که این حکم منطبق به شرع و تمام سعیام میکنم که این حکم اجرا بشه حتی اگر به قیمت شلاق خوردن موکل من تموم بشه بفرمایید خواهش میکنم حکم دادگاه اعلام می شود. قاضی در مورد ضرب و شتم خانم مستانه صدر آقای خسرو جامی را به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم کرده و در مورد ادعای تجاوز به عنف ادله شاکیه را کافی ندانسته و علارغم قبول نداشتن شاکیه آقای خسرو جامی را به 100 ضرب شلاق به علت رابطه نامشروع و خانم مستانه صدر را به علت شرایط موجود در پرونده به تعزیر محکوم می نماید. این حکم ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهد بود. حکم تایید شد. بهت که گفته بودم احتمال بردمون تو این دادگاه خیلی کمه. نمیدونم
میدونم مستانه با این فقدان شواهد و مدارک شاید اگه منم جای قاضی بودم همین حکم رو میدادم. چیزی نگو؟ نه خیلی ممنون. بله من گفتم بله خیالتون راحت بشه. دختر خوب این چه جنجالی بود رو انداختی؟ شما جوانا کی میخواین قدر خودتون رو بدون؟ شما هم که دارین حرف بقیه رو میزنین. من نمیدونم چرا همه منو مقصر میدونن. چرا شلوغش کردی؟ امروز تو از ارشاد، از حراست ارشاد زنگ زدن که فعلا قرارداد تازه با ایشون نبندید. بعد کلی جر و بحث و گفتگو تاش به اینجا رسید که ایشون میتونن همین فیلم رو که مشغول بازی هستن تمومش بکنن. فعلا صلاح نیستش که قرارداد تازه‌ای ببنده. فعلا صلاح نیستم که میدونی تو قاموس آقایون یعنی چی. یعنی حالا ممنوع کار. یعنی چی؟ آخه چرا؟ فکر کردی اونو برای کاراشون دلیلی ارائه میدن؟ وقتی تموم شبکه‌های ماهواره‌ای به بهونه تو ریختن سر قوه قضاییه مملکت چه توقعی داری؟ حرفایی که اونا میزنن به من چه ربطی داره؟ خودتو به خواب زدی؟ دیشب وکیل تحجت دهنش در اومده گفته. وکیل من؟ یعنی تا از هیچی خبر نداری؟ وکیل من مصاحبه کرده چی گفته؟ اون بیچاره حرف بدی نزده، از تو دفاع کرده. ولی به بهانه دفاع از تو دادگستری و کل عدالت مملکت ورده زیر سوال. معلومه تبعاتش هم اول دامن تو رو میگیره. چاره ای نیست دخترم، خودت بس بری دنبال کارت تا مشکلت حل بشه. یعنی برم التماس کنم؟ اسمشو هر چی میخوای بذار، اما باید بری باشون حرف بزنی. اگه خودت دنبال کارت نباشی حالا اسم تو لیست سیاه هزارات باقی میمونه. البته من باشون صحبت کردم، بهشون گفتم این خانم صد دستش تو کار خیره. گفتم شما میدونید خرج چند تا خانواده فقیر رو میده. گفتم اگه شما رو بیکار بکنی روزی یک مش آدم محتاج رو که خدا به دست اون سپرده از دستشون میگیری. ولی کو گوش شنوا. چاره نیست دخترم. من گفتن من ممنول کارم، اومدم ببینم چرا. ممنول کار؟ کی به شما هم چه حرفی زده؟ یعنی شما خبر نداریم؟ نشد دیگه خانم صدر، سوال منو با سوال جواب ندید. خودتون بهتر میدونید تو حرفه شما حرف و حدیث زیاده. آقای مجیدی من کاری به حرف و حدیث ها ندارم، برای همینم اومدم از خودتون بپرسم چرا من ممنول کار شدم. آخه سوال شما از بیخ غلطه. ما اصلا چیزی به عنوان ممنول کار نداریم. من الان با آقای سهرابی قرارداد دارم، ظاهرا با ایشون تماس گرفتین که جلوی کار منو بگیرن.
سهرابی گفتن ما بهشون گفتیم شما ممنول کاری؟ نه دقیقاً اینجوری، ولی بهشون گفتین فعلا صلاح نیست من کار کنم. یعنی شما ممنول کاری؟ آن که من دیگه نتونم کار کنم یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. نه، یعنی به صلاح خودتونه یه مدتی استراحت کنید تا یه سری حساسیت هایی که در موردتون هست و به ما انتقال دادن کم بشه. میشه یکم واضح تر توضیح بدیم؟ از این واضح تر خانم؟ سینما به اندازه کافی زیر ذره بین هست، هنوز خیلی ها دنبال تعطیل کردنش هستن. این وسط جنجالای شما و این قضایای اخیر حساسیت ایجاد کرده. صدمه کار شما و شلوغکاری‌های بعدش داره دامن کل سینما رو میگیره. منم یه آدمم، ممکنه برام مشکل پیش بیاد. شما شرط عادی ندارید، باید بیشتر مراقب باشید. الانم دیگه کار زیادی نمیشه کرد، به ما هم گفتن، ما فقط ابلاغ میکنیم. کی گفته؟ بالاخره باید یکی جواب منو بده دیگه، نه؟ خب دیگه همه چیزی که نمیشه توضیح داد گفتن دیگه. اینکه یه نفر از کار بیکار شه رو یا دادگاه باید بگه یا قاضی، من باید بدونم اتهامم چیه. خانم صدر، با شلوغ بازی که مشکلی حل نمیشه. شلوغ کاری کدوم آقا؟ من میخوام بدونم کی منو ممنوع کار کرده، چرا کرده، بعدم اصلا حکمش کو. هر کی این تصمیمو گرفته جرأت داشته باشه روی کاغذ بنویسه به من ابلاغ کنه. قرار نیست که شما تا ابد کار نکنید، که مدت استراحت کنید تا آب از آسیا بیفته. شما خودتون بهتر میدونید خیلی ها رو سینما و آدماش حساسن که حرف ما رو نمیفهمن. من فقط نمیدونم اینا که اینقدر رو من و سینما حساسن اون موقعی که حق من تو دادگاه همین مملکت پایمال شد کجا بودن؟ چرا یکیشون صداشون در نیومد؟ یکیشون پشت من در نیومدن؟ من رفته بودم از شرفم دفاع کنم، به جا شلاق خوردم. دیگه تو کار قاضی و دادگاه که نمیشه دخالت کرد. شما به اتفاقای مثبت نگاه کنید. تو چند سال اخیر ماشالله حسابی پرکار بودین و پردرآمد. مثل اینکه پرکار بودن من شما رو هم ناراحت کرده. شما واقعا فکر میکنین من نگران درآمدم که اومدم اینجا؟ نه خیر، اتفاقا خبر داریم که پول واسه شما چندان مهم نیست و تو مسائل مالی دستتون بخیره. اما لازم نیست نگران کسایی باشین که چشمشون به دست و کمک‌های شماست. روزی اونا رو هم خدا بهشون میرسونه. فعلا مصلحت جمعی تو سینما مطرحه. به این جریان به عنوان مرخصی نگاه کنید برای استراحت. ما بهش میگیم توفیق اجباری. تا کی؟ کی که کار شیطونه، به تو خبر میدیم. چایتون سرد شد، بگم یکی دیگه براتون بریزم؟ الان یه ساعته داره دنبال من میاد. من نمیدونم من اصلا چرا از این میترسم. یه دقیقه کجا میریم اصلا؟ من میخوام یه چک بهش بزنم، این همینطوری داره پررو‌تر میشه. میخوام یک دست به یقه شیم باش دست زنگ بزنیم پلیس. پلیس چی دلت خوشه؟ مثلا من نمیگی تعقیبت کرده، جرم غیر قانونیه. کاری که شده کرده بود جرم نبود. الان همه یه جور دارن رفتار میکنن انگار من جرم کردم. برو کنار. برو
اصلا فکر نمیکردم اینجوری تموم بشه. قضیه رو داری بی خودی بزرگ میکنی. چیزی تموم نشد. این فقط یه سفر کاریه. یه سفر کاری که معلوم نیست کی تموم بشه. تو گفته بودی به خاطر من برگشتی ایران. هنوزم همینو میگم. آره فقط الان دیگه من برای دلیل کافی نیستم که اینجا بمونیم. ببین مستانه، من میدونم تو خیلی سختی کشیدی. من ولی نباید همدیگر تحت فشار بذاریم. من تو رو تحت فشار گذاشتم؟ تو نه، ولی کارت، شغلت، این قضایی ها، تصمیمایی که گرفتی، کارهایی که داری میکنی. خیلی خب بس فرهاد، اگه باید بری برو، میفهمم. بخاطر دیگه واقعا بس، بذار یه تصویر خوب از تو برام بمونه. خسته شدم. شما از روز اولی که من اومدم تو این کار مثل یه راهنما، مثل یه پدر مراقبم بودی. من فوقا نمیدونم باید چیکار کنم. دخترم، همه ما روزای سختی مثل این روزای تو رو تجربه کردیم. آره ولی آخه چرا؟ من که کار بدی نکردم که به خاطرش باید انقدر مجازات شم. میفهمم، اما چاره چیه؟ باید یه خود تحمل کنی. آقای سهرابی، وقتی اینجوری میگین باید تحمل کنی، من احساس میکنم شما اصلا نمیتونین بفهمین من چه دردی میکشم. اتفاقا خیلی هم خوب میفهمم، چون این درد رو تجربه کردم. فکر میکنی برای ما راحت بود که بعد از انقلاب یهو بشیم مجرم و خونه نشین؟ هنوز کابوس اون روزا با منه. شبای تلخی که تا صبح راه میرفتم و سیگار میکشیدم. بعد خودم میپرسیدم آخه چرا؟ جوابی نبود. بعد صبح باید میرفتیم دادگاه یا دادستانی که تحقیر به شما محکوم. بازم کسی نبود که جوابی به ما بده. این نشون میده که حرف آخر رو مردم میزنه. اونا هستن که میگن کدوم هنرمند موندگاره و کدوم نیست. هیچ دولتی نتونسته هنرمند محبوب تولید کنه. البته اینم بگم، وجدانن این کار بخشی از تندروهای اول انقلاب بود. به نظر من توی مدتی برو مسافرت، شاید این حرف و حدیثا ساکت بشه. میدونم عادلانه نیست، اما چاره دیگه هم نیست. این شعر حافظ همیشه یادت باشه: مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. صبر داشته باش، انشاءالله درست میشه.
پلیس. چی؟ پلیس. نه درس. چای نمیخوری؟ قهوه نمیخوری؟ چاخوه ببین، نگاه کن، خوب نگاش کن، ببین منو نگاه کن، هر چی بهت بگم از این به بعد گوش میکنی، فقط میگه چشم، فهمیدی؟ فقط میگه چشم، فهمیدی؟ دست دست پایین، دست دست پایین، دست پایین، دست پایین، دست پایین. باریکلا صورتت هم که خوب شده. اونجوری نگام نکن، تقصیر من نیست، همش تقصیر خودته. من دوستت داشتم دیگه، میخواستم یه رابطه درست باهات داشته باشم، همه چی خراب کردی. من اصلا دوست نداشتم تو رو با کسی تقسیم کنم، بهت گفته بودم بلا سرت میارم، بهت گفته بودم چی کار باهات میکنم. یا انتخاب کن، یا با منی یا یه بلایی سرت میارم که دیگه هیچ وقت جرأت نکنی تو آینه خودتو نگاه کنی. وقتی مال من نیستی نمیذارم ایشکی نگاه کنی، میفهمی؟ خوبم خوبم، زنگ بزن به پلیس. وایسا.